سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز نگاهی داریم با آخرین گزارشات اقتصادی افغانستان. سفیر سویدن در افغانستان همراه با نماینده سازمان جهانی مهاجرت به ولایت قندهار سفر کردند. ولی قندهار میگوید آنان وعده کرده اند در زمینه بازاریابی محصولات زراعتی و بیجا شدگان این ولایت کمک خواهند کرد. ولی هلمند میگوید که تلاش ها برای استخراج و سرمایه گذاری بالای معادن ادامه دارد. ولی هلمند در مراسم افتتاح ساختمان جدید ریاست معادن این ولایت گفت که برای کشت نباتات طبی و صنعتی اقلیم مناسب وجود دارد. پس در این خصوص تاجران ملی کوشش نمایند تا در این بخش سرمایه گذاری کنند. از سیما به این سو مشکلات جدی در برابر سرمایه گذاری و زمینه سازی فرصت های کاری ایجاد شده است. مسئولان در اتاق تجارت با ابراز این مطلب میگویند سرمایه گذاران از حکومت وحدت ملی انتظار زیادی داشتند، اما اکنون این انتظار به ناامیدی مبدل شده است. اما وزارت تجارت با رد این موضوع میگوید اکنون افغانستان به سوی اقتصاد حقیقی روان است. در همین رابطه بحث را داریم با محمد هاشم رسولی، رئیس روابط عمومی اتاق تجارت و صنایع افغانستان. و آقای رسولی خیلی هم خوش آمدین. خب در آغاز اگر بر ما بگوین که گزارشی که از طرف اتاق تجارت و صنایع افغانستان نشر شد، یافته های شما از این گزارش چی هست و وضعیت در رابطه با وضعیت کار یا اشتغال زایی و یا تجارت چی بوده؟ تشکر. باز سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ما از سال 1391 به طرف سروی هایی را انجام میدیم که این هفتمین سروی است که ما دیروز نشر کردیم. در سروی هایی که دیروز نشر شد تقریبا یک سروی مقایسه ویست از چهار سروی گذشته و ما ارزیابی کردیم، مقایسه کردیم که وضعیت نسبت به سروی هایی که نسبت به دوران انتخابات، بعد از انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی و در حال حاضر چگونه هست. در پنج ولایت کابل، بلخ، قندهار، ننگرهار و هرات این سروی انجام شده. شما وقتی که وضعیت کلی را وقتی شما ببینید در گراف، در قبل از انتخابات وضعیت و جریان انتخابات 1% بود میزان رضایت کلی مردم از انتخابات، از کاربارشان. با آمدن حکومت وحدت ملی، با وعده‌هایی که حکومت وحدت ملی داد، با انتظاراتی که مردم داشتن، به خاطر که به حال گروه‌هایی بودند که بسیار منازعاتی داشتن و اونا با هم یک جا شدن، یک امیدواری را ایجاد کرد. میزان گراف بالا رفت تا 31%. در بعد از او آمدن جنجال‌هایی شد که به حال اعضای کابینه دیر معرفی شدن و ناامنی‌ها در بعضی مناطق افزایش پیدا کرد. این میزان رضایت از کاربار کم شد به 19%. در حال حاضر که ما در ماه تقریبا سرطان هستیم، در ماه اسد هستیم، میزان وضعیت رضایت 0.5%، یعنی -2.5%، ببخشید -2.5% است. این نشان میده که ما از در زمان انتخابات هم وضعیت ما بسیار خراب است، وضعیت اقتصادی کشور. در چهار سکتوری که ما سروی انجام دادیم، سکتور تولید، خدمات، تجارت و ساختمان، در تمام سکتورها نارضایتی هست، اعتراضات هست، ولی در بعض سکتورها کمتر، بعضی ها بیشتر. فرض مثال سکتور ساختمان بیشترین نگرانی، بیشترین شکایت و بیشترین آسیب از زمین جنجال ها داشته. 70% شرکت های ساختمانی ادعا میکنن که یا سرمایهشان از کشور خارج کردن یا در حال انتقال هستند و یا تشبث خود تغییر دادن به یک سکتور دیگه. یعنی در سکتور ساختمان که یکی از پر جنب و جوش ترین سکتوری بود که ده سال وجود داشت. بله، گفته شده که 70% سرمایه خود البته انتقال دادن به خارج از افغانستان. بله، البته از بخش ساختمانی. بله بله. و سکتوری که در طی سالها با گرفتن پروژه های کلان، با به حال کارهای ساختمانی که انجام میداد، تجربه بسیار خوبی را داشتن و همچنان اندوخته های خوبی را داشتن، ولی متاسفانه حکومت کدام برنامه ای که برای اونها را تشویق بکنه و یا سکتور از اونها را توسعه بده نداشت. شما بیاد دارین در اوایل حکومت، حتی در دوران کمپاین‌های انتخاباتی، که حرف از 500 هزار خانه در یک سال و این مسائل بود، حرف از مشارکت سکتور قیسی و عامه برای خانه ساختن بود، برای مردم بود. این گبا فعلا همش در روی کاغذ مونده، حتی در روی وعده مونده، در روی کاغذ هم نیامده.
و سکتورهای دیگر خدماتی و تجارتی هم با اونها نارضایتی بسیار زیاد دارن، ولی تنها سکتور تولید تا حدودی قناعت دارن، تا حدودی رضایت دارن. با اون به خاطر است که چند بود داره. یکی اینکه به هر حال تولید که میشه ضرورت است به یک سرمایه گذاری بلند مدت تر، سرمایه گذاری با به هر حال سروی قوی تر و ای با حساب تر، یک مسئله. و دومی که اکثر فابریکای تولیدی ما مواد غذایی و مواد است که به هر حال به خوراک شهروندان ارتباط میگیره، طبعا او باید مورد استفاده شه و اونجا کدام چیزی نیست. و همچنان به هر حال در دیگر سکتورها نارضایتی بسیار زیاد است. بر اساس منطقه وضعیت کاروبار اگه ما نشان بدیم که کابل و ننگرهار و قندهار، بله هرات، کابل و قندهار بیشتر نارضایتی دارند، ولی بلخ و ننگرهار اونها رضایتی بهتری دارند. بله. بخاطر که هنوز باورمند هستند، هنوز در حال به بعضی مسائل خوشبین هستند. در سکتور ساختمان، سکتور رو به شما گفتم، در مسائل استخدام، مسائلی که به هر حال کارمندان ارتباط میگیره، اکثر شرکت ها وقتی ما با اونا صحبت کردیم، فیصدی قابل توجهی از کارگران خود اونها متاسفانه اخراج کردن و کار از اونا حساب شده، مخصوصا در بخش ساختمان که این گراف حتی در بعضی مثلا در ساختمان منفی 5.72 میرسن، واقعا نگران کننده است. و در مسائل امنیتی همین رقم، تنها ولایت قندهار از مسائل امنیتی اظهار خوشبینی کرده، ولی بلخ، کابل، هرات و ننگرهار اونا از مسائل امنیتی واقعا نارضایتی داشتن و اونا واقعا که قابل قبول نبودن. میرسیم یک بحثی بسیار جالبی که موانع موجود به سر رای کاروبار هست. شما در این گراف ها ببینید، من این را شاید یک سری برای اشتباه پیش نیاد، من ایره بخاطری که چهار گراف است. بخاطری چی چهار گراف است؟ که امنیت، مسئله امنیت در چهار سروی گذشته رو نشان میده. این هر گراف از اینا یک سروی است. در چهار سروی گذشته به شمول این سروی امنیت بیشترین چالش، عمده ترین چالش فرای سکتور خصوصی بوده. و بعد از اون نبود مارکت، نبود زیربنا، اصلاحات و دسترسی به قرضه. مگر این چهار مشکل همچنان باقی مونده. به غیر از مسائل امنیتی که تقریبا 41% کسایی که سروی شدن از مسائل امنیتی نگرانی کردن. اگه اشتباه نشه، ما مسائل امنیتی که ما میگیم موضوع تروریسم، موضوع انتحار، موضوع مسائل نیست. موضوع اختطاف است، موضوع اخاذی است، موضوع غارت است. این مسائل است که سکتور خصوصی شکایت میکنه. موضوع اختطاف و مسائل دیگه که سرمایه گذاران بیشتر سرمایه خود انتقال دادن به خارج از افغانستان، دلیل عمدهش چی هست؟ خب ببینید، فقط ناامنی میتونه باشه؟ نه، دلایل عمده داره. یکی خب مسئله ناامنی در دری قسمتی که سکتور ساختمان ما مشخصا میگیم به اون نیست. به هر حال هرچقدر که ناامنی در کشور باشه، خب طبیعتا اگر یک فرصتی باشه اونها یک به هر حال بادیگارد میگیرن، یک مسئله را تلاش میکنن این مشکل حل بکنن، در حالی که منفعت مالی هست. بله، ولی متاسفانه به سکتور ساختمان ما که طی سالها واقعا هم تجربه اندوخته بود، هم سرمایه خوبی اندوخته بود، حکومت کدام برنامه‌ای نداشت که اونها را به یک مسیر ساق بده یا یک برنامه بسیار مشخص مدون داشته باشه. و وعده‌های بسیار زیادی شده بود، حرف از 500,000 خانه در یک سال بود و به هر حال بسیار پالیسی‌های خوبی موضوع مشارکت سکتور خصوصی و عامه بود که به هر حال زمین از دولت باشه، ساخت از سکتور خصوصی باشه و مثلا خانه به اقساط داده شده به مردم، به کارمندان دولت. این بحث‌های بسیار زیادی بود، ولی متاسفانه امروز همش در روی کاغذ مونده. امروز شما می‌بینید که اولا خانه ای که ساخته میشه با صد جنجال و با صد به هر حال رشوه دادن و چیزا، حالا متقاضی خانه نیست، قدرت خرید مردم پایین اومده. خب باید یک سیستمی را جور می‌کرد که حکومت یک به هر حال که با اقتصاد بلند مدت و با یک تضمینی که بتونه که یعنی منظور می هسته که بین مردم، بانک و سکتور ساختمان یک مکانیزم، یک رابطه ایجاد می شد که به هر حال مردم هم صاحب خانه می شدن و همین پول در گردش می آمد که به هر حال این وضعیت پیش نمی آمد. آقای رسولی، در بخش صنعت، تولیدات داخلی و دیگر بخش ها در این گزارش البته چطور گفته شده؟ من پیشتر یادآور شدم که مثلا در بخش
تولید در بخش تولید. تولید از وضعیت عمومی تا حدودی قناعت بخش داره، ولی نبود مارکت برای خود یک مشکلی کلان میده. چرا از تولیدات داخلی در پروژه های داخلی استفاده نمیشه؟ خب خوب یک بحث جداگانه داره. او ببینید از سال 2006 به این طرف، ما یادم است رئیس جمهور کرزی یک حکمی رسادر کرد که تمام نهادهای دولتی باید از تولیدات داخلی استفاده کنند، و بار هم چندین بار این را تکرار کرد. حتی در فرمان 45 رئیس جمهور کرزی هم موضوع حمایت از تولیدات داخلی، خرید تو از تولیدات داخلی توسط نهادهای حکومتی است. رئیس جمهور اشرف غنی هم همین فرمان را صادر کرد، ولی امروز ما میبینیم که متاسفانه در این مسائل عمل نمیشه. تنها دادن فرمان کفایت نمیکنه، موضوع عملی شدن یک فرمان است، موضوع جدی گرفتن یک موضوع است، و از طرف دیگر یک تبلیغات است، تبلیغات از طرف نهادهای مرتبط از طریق رسانه ها که باور داشته باشین به او توانمندی های خود، باور داشته باشین که شما چی دارین و میتونین خیلی کارایی بکنین که حداقل در بین کشورهای همسایه شما میتونید که یک حرفی برای گفتن داشته باشین. به یقین به شما میتونم بگم که در بسیاری از بخش ها ما از همین کشورهای حداقل از ایران و پاکستان کیفیت کالای ما بهتر است. چه راههایی در پیش گرفته شود تا این تولیدات داخلی هم مارکت پیدا کنند؟ ببینید، یکی حمایت قاطع دولت است از خرید تولیدات داخلی. در بسیار از کشورها به خاطر که از تولید خود به حال حمایت بکنن، اگر حکومت سر کل مردم فشار آورده نمیتونه، حداقل سر کارمندای خود خود فشار آورده میتونه و سر وزارت ها میتونه که شما خریداریتون از تولیدات داخلی استفاده کنید. فرض مثال در ایالات متحده هیچ کارمند ایالات متحده حق نداره که در مسیر هوایی که اگر ایرلاین آمریکایی میره به حال تیکتی یک ایرلاین دیگر را بخره، باید تیکتی شرکت آمریکایی را بخره، یا کانادا هم می رقم است. این پالیسی بسیار مشخص و واضح داره. افغانستان هم میگن است. شما وزاره افغانستان ببینید در شرکت های هوایی خارجی سفر میکنند، در بسیار موارد ما به چشم خود دیدیم. و شما در ادارات دولتی ببینید مبل و فرنیچر به نام ترکیه و به نام چیز است، در حالی که ما بهترین تولید خود ما میاره داریم در داخل کشور. به یقین به شما میگم تولیدی که ما داریم با از کشورهای ایران و پاکستان پیش است، با اجناس ترکیه میتونیم رقابت داشته باشیم. در تولید چرم، تولید بوت ما واقعا تجربه بسیار خوبی داریم. آقای رسولی، فرار سرمایه از افغانستان چه عواقب ناگوار را برای وضعیت اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟ فرار سرمایه نه در افغانستان که در هر کشور دنیا باعث یک رکود اقتصادی در کشور میشه. شما ارز از این کشور فراری میتین، میرن در یک کشور دیگه. چرا باید اینطور شود؟ تمام دنیا تلاش میکنن ارز خارجی رو وارد بکنن، نه اینکه بگذارن پول بره از این مملکت. بسیار از شرکت ها رو ما خبر داریم، امروز میاین میگن که ما میخواییم در اینجا کار بکنیم، سرمایه گذاری کنیم، برای ما زمین بتین. میگن زمین بر شما به اجاره میتیم به 10 سال، 15 سال یا 20 سال. خب یک شرکتی به 10 سال 20 سال، و او هم اگر زمینی باشه، اگر او را رشوت داد نتن، این مسائل بحث نمیکنیم، با 20 سال او قناعت نداره. در بسیار دنیا به 90 سال زمین اجاره میتن. خب این شرایط افغانستان میمانه، بسیار سختگیری میمانه. طبعا شما سرمایه گذار باشین، آیا به افغانستان میایین سرمایه گذاری میکنین؟ نمیکنین، میرین به امارات متحده عرب میرین که اونجا زمین بر شما به 90 سال میده. این مسائل متاسفانه حکومت افغانستان در نظر نمیگیره. همیشه ما این را گفتیم که از حکومت خود نمیخواییم که برای ما امو سابسایدی بده، ولی از حکومت خود انتظار داریم که امو چیزی که پیشش هست لااقل در اختیار سکتور خصوصی مخصوصا در تولید بگذاره. مثلا زمین، به وفور زمین در کابل وجود داره، ولی اراده سیاسی که یک شهرک در یک قسمت ایجاد شود و در اونجا سهولت ها آورده شود، برق آورده شود، سرک آورده شود، آب آورده شود، او وجود ندارد. و به اون خاطر است که شما میبینید که یک فساد عظیمی در توزیع زمین وجود دارد، که حتی ما شنیدیم که یک متر مربع زمین در شهر کاسن تا 50 دلار فروش میشه، یعنی یک جریب زمین به 1 لک دلار فروش میشه. 1 لک دلار برای یک صنعتکار هزینه بسیار بالایی است. نباید این گونه باشه. در قسمت برق مشکل دیگری صنعتکاراست. شما ببینید که
برق از 6 افغانی تا 12 افغانی به صنعتکار فروخته میشه. جدا از این مسائل، نوسانات و پرچه‌های برق است که واقعا به ماشینری صنعتکارا آسیب میرسانه. در وسط روز دفعتن برق میره بدون اینکه یک پیشاپیش یک اعلان بکنه. خب یک ماشین چند میلیون دلار ارزش داره، اگه او خراب شوه تاوان بسیار گزافی میشه. کس توجه نمیکنه متاسفانه. ما در پیشنهادهای خود در طی جلساتی که مختلف داشتیم گفتیم که امی هزینه وارداتی را که برق وارداتی میکنه جمع یک افغانی منفعت حکومت بگیره برای صنعتکار بده. متاسفانه این تمام مسائل برای حرف مانده. حتی ما به شما میگم که در ما میگیم در کاغذ، در کاغذ هم نیست، همش در روی حرف است ولی عمل وجود نداره. ما در کنفرانس لندن 11 اولویت سکتور خصوصی را پیشکش کردیم. اونجا رئیس جمهور هم حضور داشت، دونرها وجود داشت، مقام های اشرف حکومت وجود داشت. بعد از او وعده کردن که ما کمیته تعقیب کنفرانس لندن ایجاد میکنیم، اینا رو مسائل تعقیب میکنیم. تا امروز نه کمیته خبر است و نه مسائل دیگر. موضوع مسئولیت سرمایه گذار است که در اونجا بسیار نگرانی ها وجود داره. رئیس جمهور این را وعده که کرده بود که قوانین اصلاح میکنه، قوانین اقتصادی تعدیل میکنه، قرار بود یک کمیته ایجاد شود، ولی متاسفانه امی کمیته هم تا حدود بسیار کند کار میکنه. به این صورت ما به نتیجه نمیرسیم. خیلی خوب آقای رسولی، بالاخره حکومت چی راههایی را در پیش بگیره تا به اصطلاح زمینه بهتری برای جذب سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر فراهم شود؟ ببینید، اگر شعاری که رئیس جمهور میداد که تاجر را به صنعتکار تبدیل بکنیم شعار بسیار خوبی است، مگم در عمل نیازمند یک عزم راسخ است، نیازمند یک برنامه منسجم است. تاجر کی به صنعتکار تبدیل میشه؟ تاجر را با شما با حکم گفته نمیتونید، تاجر را به زور گفته نمیتونید، تاجر زمانی میتونید بگوین که او را سهولت هایی که در صنعت نیاز است برای از او بیاره فراهم شه. امروز کشورهای جنوب آسیا را شما میبینید به فابریکات تولیدی تبدیل شده است. امروز چین میگن یک فابریکه یک میلیارد نفری، امروز بنگلادش میگن فابریکه، امروز تایلند میگن فابریکه. آمریکایی‌ها میرن اجناس خود اونجا تولید میکنن. به خاطر چی؟ که هزینه های تولید در این کشورهای جنوب آسیا بسیار پایان است. زمین است، برق است، کارگر است و مسائل دیگر. هزینه های تولید در افغانستان بسیار بالاست. کسی که در افغانستان تولید بکنه نمیتونه جنس خود با یک جنس مشابه چیز در مارکت و به حال رقابت بکنه و بفروشه. سپاس از حضورتون محمد هاشم رسولی، رئیس روابط عمومی اتاق تجارت و صنایع افغانستان. و بیننده های عزیز، ای بود برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار.